با صبح اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. سایت تزاریسم آمریکا. قوه قضاییه فرانسه امروز حکم وزارت کشور پاریس را لغو کرد تا اجازه دهد مقاومت ایران در روز شنبه 10 تیر ماه تظاهراتی برگزار کند. این حکم پیروزی مقاومت ایران برای آزادی است. روزنامه لورین لوژوبر فرانسه. دادگاه مجوز تجمع مخالفان ایرانی در روز شنبه در پاریس را صادر کرد. دادگستری فرانسه روز جمعه مجوز تجمع مخالفان ایرانی در روز شنبه در پاریس را صادر کرد. این راهپیمایی به فراخوان شورای ملی مقاومت ایران اپوزیسیون در خارج از ایران برگزار می شود که امیدوار است هزاران نفر از سراسر اروپا را گرد هم بیاورد و علیه سرکوب اعتراضات در ایران بسیج شود. سایت فاکس نیوز نوشت رابرت مالی فرستاده بایدن در ایران در بحبوحه تحقیقات در مورد دسترسی امنیتی در مرخصی اجباری قرار گرفت. برخی از مفسران مالی را متهم می کنند که با بحث در مورد رفع تحریم ها و پیشنهادات امتیازات مالی به تهران برای دستیابی به توافق هسته‌ای از ایران استمالت کرده است. روز یکشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه اسبق ایالات متحده گفت با کاهش تحریم ها برای رژیم ایران رئیس جمهور بایدن و راب مالی مردم ایران را رها کرده و سرکوبگران آنها را غنی می کنند. خبرگزاری رویترز با عنوان کانادا و شرکا از ایران به دلیل سقوط هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردن نوشت کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین به منظور پاسخگویی ایران به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط نیروهای ایرانی در سال 2020 که منجر به کشته شدن چندین نفر شد قرار است به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کنند. سایت وزارت خارجه کانادا با عنوان بیانیه کانادا پس از درخواستنامه ایران علیه کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری نوشت ایران باید حمایت از تروریسم و تحریک خشونت و بی‌ثباتی در منطقه و فراتر از آن را متوقف کند. ما در همبستگی با مردم ایران ایستاده‌ایم در حالی که آنها از رژیم می‌خواهند به حقوق بشر و آزادی‌هایشان و همچنین به توانایی آنها برای زندگی و پیشرفت در جامعه‌ای عاری از ترس، سرکوب و ارعاب دولتی احترام بگذارد. سایت آلاباما توده آمریکا با عنوان کتی براید از لایحه قانونی دو حزبی برای تحکیم تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت می‌کند نوشت سناتور کتی براید به سناتورها مگی حسن، ایل هگرتی و جکی روزن در حمایت مشترک از قانون تحریم‌های ایران SISA برای دائمی کردن قانون تحریم‌های رژیم ایران مورخ سال 1996 پیوست. رادیو CBC کانادا با عنوان کانادا و متحدانش ایران را به دلیل سرنگونی پرواز PS752 به دادگاه بین‌المللی دادگستری می‌برند نوشت چهار کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا که گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی را تشکیل می‌دهند و برای پاسخگویی و غرامت برای خانواده‌های قربانیان تشکیل شده است روز پنجشنبه پس از پایان مهلت رژیم ایران برای ارائه به داوری طبق کنوانسیون مونترال این اقدام را اعلام کردند.